درود دوستان و عزیزان، در خدمتون هستم برای فال تلپاتی. امیدوارم در هر کجایی که هستین حال دل شما خوب باشه. دوستان عزیز، من مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین. خیلی خوش آمدین یاران، صفا آوردین و من مثل همیشه سپاسگزار و قدرشناس تک تک شما سروران کانال هستم. دوستان ببینیم چه خبر است در انرژی های شخص مورد نظر شما که میخواییم باهاش تلپاتی ایجاد کنیم. من برای این فال از دو تا کارت استفاده میکنم، دو تا انتخاب استفاده میکنم برای تلپاتی و ببینیم چه خبر هستش. انتخابات شما، انتخاب اول یین عدد دو هست و انتخاب دوم عدد هفت هستش و حرف از دریا میزنه. خب دوستان ببینین، عزیزانی که نمیتونین انتخاب کنین، فقط انتخاب اول رو نگاه کنین. من مثل همیشه بهتون میگم که من سخن رو کوتاه میکنم دوستان و میریم سراغ انتخاب اول. درود به دوستان و عزیزانی که انتخاب شما انتخاب این کارت بود، عدد دو یین. خب یین همون نرمش، همون لطافت، همون چیزهای خوبی هستش که خیلی از ماها دوست داریم داشته باشیم با دیگران. خب من قبل از اینکه برم کارت های دیگر رو بخوام براتون بخونم، کاری که میکنم عزیزان دل این هستش که من یک ببینم که شما در ارتباط با این شخص، اینو اگر که بخوایم به خودمون بگیم مثل تلپاتی هستش، برای که به هر حال تاروت و اوراکل های قوی واقعا وسایل قوی هستن برای برقراری ارتباطاتی. حالا من از همین حالا از ضمیر ناخودآگاه اون شخص و انرژی کیهانی تقاضا دارم که ما رو از طریق تاروت و اوراکل ها به ضمیر ناخودآگاه اون شخص وصل کنم و ما باهاش یک تلپاتی ایجاد کنیم. خب من اولین کاری که میکنم این هستش که انرژی ها رو شروع میکنم به خواندن، یعنی که اولا که چه جایگاهی شما این شخص برای شما میبینه و برای خودش در رابطه ارتباط با شما. پس به اون شخص فکر کنین دوستان. خب دوستان توجه کنید، شخص مورد نظر شما آدمی هستش که در این رابطه احساس میکنه جهتش درست هستش با شما، احساس میکنه که شما جزء بخت و تالرش هستین و شما باید سر راهش قرار بگیرین یا گرفتین. به هر حال پر از امید و آرزو هست و احساس میکنه که شرایطش با شما روشنتر خواهد شد با گذشت زمان. شما رو میبینه کسی که واقعا قصد جلو رفتن و پیشرفت رو در این رابطه دارین. شکهایی ممکن هست داشته باشین ولی این شکها مانع نمیشه. رابطه رو میبینه رابطه هستش که متعادل، رابطه هستش که در اون برحال هر کسی جایگاه خودشو داره، یا اینکه رابطه خواهد بود شاید در آینده با گذشت زمان، چیزی که میبینه رابطه رسمی. چیزی که از چیزی که خوشش میاد در ارتباط با شما این هستش که شما یک جایگاه خوبی دارین، آدمی هستین که میدونین چی میخواین، مستحکم هستین و اینکه در همون راستا هم دارین جلو میرین. دو تا پاتون روی زمین هستش، پروژه هاتون رو دارین اجرا میکنین، میدونین چی میخواین دوستان و کجا قدم میزنین. چیزی که میترسونتش این هستش که شما یه وقتی تردید کنین، شاید یه افراد دیگه ای در این رابطه باشن، شاید رقیبی ایمن وجود داشته باشه و میلش بر این هستش که این رابطه شاید به یک مرحله بالاتر برسه. ببین دوتا کارتی که اینجا من دارم میبینم دوستان، معمولا در مورد روابط این دوتا کارت ممکنه حرف از ازدواج بزنه، حرف از رسمی شدن یک مسئله بزنه و یا به هر حال رفتن به یک رابطه‌ای که در اون تغییرات قشنگی به وجود بیان. خب من اینا رو جمع میکنم و میریم ببینیم با هم دیگه در ارتباط با شخص مورد نظر شما دوستان. خب ببینیم چه خبر هست عزیزان دل. خب من اولین
کاری که میکنم این هستش که یه چند تا کارت یک ببینیم که در چه حس و حالی هست، در چه حس و حالی هست این شخص در ارتباط با شما. ببینیم که یک حالت انعطاف پذیری داره اینجا. با حالا بریم کارت بعدی رو با هم دیگه نگاه میکنیم و آدمی هستش که یک وابستگی هایی هم الان داره. حالا یا وابستگیش به شما هستش، درگیر هستش مقدار، یا اینکه به طور کلی توی زندگیش مسائلی هستن که یک مقدار برای این شخص ممکن هستش که دست و پاگیر باشن. خب کارت های دیگر هم با هم دیگه نگاه میکنیم ببینیم که در چه حس و حالی این شخص قرار داره الان در حال حاضر. بله باز ببینین کارت عدالت افتاده. ممکن هستش که دوستان عزیز این شخص شخصی هستش که الان یک سری از درگیری های قانونی رو داشته باشه. شاید در قبلا در یک مسائلی، شاید در یک ازدواجی قبلا بوده که الان هم در اون درگیری هایی داره که باید خودش رو رها کنه. برها چیزی که هستش دارم میبینم که دوست داره که یک تعادلی در زندگیش ایجاد کنه و انرژی های سمی رو هم یه خورده از خودش دور کنه. دوستان خیلی خب، من از کارت های دیگه استفاده نمی کنم، اینا رو میذارم اینجا و برای اینکه از کارت های زیادی برای خواندن انرژی ها استفاده خواهم کرد. خب دوستان ببینیم با هم دیگه شخص مورد نظر شما با از طریق تلپاتی به این شخص ما وصل میشیم، ببینیم که چه خبر است. من یه مقدار اینا رو اینور اونور میذارم و بعد ببینیم با هم دیگه چجوری میتونیم اینا رو به هم دیگه وصل کنیم. اوکی، من جای کافی رو گذاشتم. از کارت های عدد شناسی استفاده میکنم. بریم ببینیم که چه خبر هست. خب و همچنین از این کارت ها را من استفاده می کنم ببینیم با هم دیگه چه خبر هستش. خب این از این و ببینیم با هم دیگه چه خبر است در کارت های دیگه. از این دسته کارت استفاده کنم. و همچنین از تاروت هم استفاده میکنم دوستان. ببینیم که تاروت در ارتباط با شخص چه چیزی میگه برای شما. از تاروت کبیر استفاده میکنم این دفعه فقط. اوکی، ببینیم دوستان عدالت چندین و چند بار برای این شخص افتاد. عدالت اون بالا افتاده، عدالت این پایین برای این شخص افتاده. احتمال این که دوستان توجه کنین که این شخص واقعا در یک حالا یا یک جدایی رسمی کردن یک جدایی هستش، یا اینکه به طور کلی عزیزان دل این شخص قسمتی از زندگیش هستش که میخواد تعادلی رو ایجاد کنه. تعادلی رو ایجاد کنه. آدمی هستش که ببینین در یک جدایی من اینجا دارم میبینم هستش. کسی که شک و تردیدش زیاد هستش و نمیدونه چه کار کنه. احتیاج به زمان داره تا به یک درمان درونی برسه. در ارتباط با شما دوستان دارم میبینم که احساس میکنم یه مشکلاتی وجود داره. به خاطر اینکه اینجا دارم میبینم کسی که در یک اتاق دندون پزشکی سالن انتظار نشسته که دندونش رو بکشن. مثل این میمونه که مشکلاتی وجود داره الان در زندگی این شخص به طور کلی و در ارتباط با شما ممکن استش که مشکلاتی وجود داشته باشه که این مشکلات در حال حل شدن هستن. آدمی هست که نسبت به شما احساس داره ولی دارم میبینم در مورد شما متفکر هست. نمیخواد اشتباه کنه دوستان. مثل این میمونه که چیزهای دیگه ای هم در دور و بر این شخص بجز شما، بجز تفکر نسبت به شما وجود داره که احتیاج به این داره که بخواد روشون متمرکز باشه.
خب قسمتی از زندگیش هست که احتیاج داره که زمان داشته باشه و اینکه فاصله بگیره از خیلی از مسائل و بتونه بهترین تصمیم رو داشته باشه. خب باز هم ادامه میدیم با این کارت ها دوستان، ببینیم که کارت ها بهتون چه چیزی رو میگن در ارتباط با این شخص. حالا بریم ببینیم در ارتباط در این رابطه به صورت کلی. خب یه کارت خودش اینجا افتاد. خب ببینیم کارت بعدی رو با هم دیگه دوستان. و همچنین از کارت دیگه هم استفاده میکنم اینجا. اپ. خب این که مال این هست، اینجا هستش، ولی ببینیم که دوستان همونجور که اول خط اول من بهتون گفتم، این شخص ممکن استش که مشکلات شخصی زیادی رو داشته باشه. حرف از جدایی و درگیری داره میزنه. ممکنه باشه ما هم مشکلاتی وجود داشته باشه، ولی به طور کلی این شخص آدمی هستش که مقدار عصبانی دارم میبینمش. کسی هستش که دارم میبینم که خسته هستش، خسته و درگیر هستش. حرف از جابجایی دارم میبینم میزنه و اینجا دارم میبینم کم کم داره به آخر یک دوره سخت میرسه، ولی احتیاج به زمان داره. آدمی که دارم میرم این مقدار ناامید هستش از زندگیش، از رابطهش، حتی ممکنه از شما هم. با این که دیدیم کارتای اول حرف از امید و آرزو میزد، ولی الان قسمتی از زندگیش هستش که احتیاج به ترمیم داره. این داره خودش رو میسازه. اوکی. و برای ساخت و ساز در ارتباط با شما دوستان هم دارم میدم که احساس میکنه که یک دوره سخت باید به پایان برسه، روی خودش کار کنه، روی ناامیدی های خودش کار کنه. دوستان ببین با این کارت جینجر سپایس حرفی از این میزنه که با اینکه موقعیت رو داره که بخواد زندگی درستی داشته باشه، ولی مثل این میمونه که در ارتباط یعنی مثل این میمونه که شما تقصیر شما نیستش. این شخص حالش خوب نیست. این شخص یک چیز در زندگیش خراب شده دوستان. خب و یک جابجایی اتفاق افتاده. جابجایی زندگی، جابجایی مکانی ممکن هست باشه و ناامیدی های این شخص ممکن هستش که هم شما رو هم خسته کرده باشه دوستان. اوکی. خب من دارم میبینم که به هر حال کسی هستش که آدمی هستش که میدونه راه خودش رو میدونه، میتونه خودش رو بسازه، ولی الان در حال حاضر قسمتی از زندگیش هستش که همه چیز من دارم میبینم که برایش یه مقدار سنگین و سخت هستش. خب ببینیم که حالا کارتهای دیگر با هم دیگه. این از این و اوکی. نو.
همونجوری که دوستان عزیز باز هم تکرار مکررات، باز هم اینجا بهتون گفتم عدالت 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 داره تکرار میشه. برای من این شخص احتمال اینکه در یک جدایی باشه اینجام داره میگه، اینجام میگه، ببینید زیاد هستش. آدمی هستش دوستان توجه کنین که در میترسه از اینکه آزادی خودش رو از دست بده. داره میرم خودش رو داره رها میکنه دوستان. میخواد یک دل و یک جون بشه. و الان دارم میبینم که دلش میخواد که ببین ماه کامل براش افتاده. یعنی یک دوره از زندگیش به طور کلی در سه تا خط برای این شخص تمام شده و کامل شده و در ارتباط با شما میخواد کارهایی رو انجام بده ولی با کنترل. کنترل کامل داشته باشه. این شخص شما رو این کلئوپاترا رو میبینه دوستان، یه آدمی بسیار توانمند زیبا و به دنبال این هستش که قدمی برداره به سمت شما، برای اینکه این شخص به سمت شما خیلی گرایش داره. ولی بدونین که آدمی هستش دوستان که بسیار زخمی و بسیار ناراحت از زندگی. اون دیگه شما خودتون هستین که دوست دارین همچون شخصی رو تو زندگیتون داشته باشین یا نه. من چیزی که در این شخص میبینم این چیزا بودن. خب من یه کارت هم اگر بتونم پیدا کنم، کارت ها اینجا هستن، یه پیام این شخص برای شما چیه چیزی هست رو نگاه کنیم با هم دیگه. میگه که شاید، بهت میگم شاید، برای اینکه هیچ چیزی رو تصمیم نگرفت که تصمیم گرفته نشده و همه چیز امکان داره در ارتباط با راهی رو که ما و تصمیمی که خواهم گرفت. جواب من ممکنه از حالا تا بعد متفاوت باشه اگر شرایط تغییر کنه. به هر حال آدم بسیار خسته هست و در حال گذراندن یک دوره نقاهت و یا یک دوره شفا هست. روی ماهتون رو میبوسم دوستان عزیز، بهتون میگم روز روزگار خوش. سلام به دوستان و عزیزان، این که انتخاب شما انتخاب عدد 7 در دریا هستش. خب من این کارت رو اینجا میذارم. ببینیم اینجا کارت شخصی رو داره نشون میده که داره ببینه خودش رو دست امواج زندگی داده. میخواد ببینه که زندگی کجا داره میبردش این شخص رو. اوکی؟ حالا من مثل دوستان عزیز گروه اول از کارت های تاروت کبیر استفاده میکنم دوستان، که اول ببینیم که یه حس حالی از این شخص ارتباط با شما قبل از اینکه وارد تلپاتی بشیم بگیرم. دوستان عزیز، من قبل از اینکه شروع کنم به خواندن کارت ها، از انرژی کیهانی و همچنین زمین ناخودآگاه این شخص اجازه میخوام که بهش وصل بشیم و باهاش تلپاتی ایجاد کنیم. خیلی خب ببینیم دوستان چه خبر است در کارت ها و اینکه چه حرفی بهمون میزنن در ارتباط با این شخص. در ارتباط با شما و این شخص. خب ببینیم در ارتباط با خب ببینیم دوستان، ببینیم که چه خبر است. ببینیم خودش در ارتباط با این را در ارتباط با شما دوستان احساس میکنه که احتیاج به زمان داره، احساس میکنه که این رابطه بهش این شانس رو میده که در یک هارمونی باشه، در یک تعادل باشه، در یک توازن باشه، درست صحبت کنه، صحبت برقرار باشه، ولی احتیاج به زمان داره، احتیاج به شفا داره. ببین دوستان احساس میکنه در ارتباط با شما توی این رابطه میتونه حالش بهتر بشه این شخص. اوکی؟ حالش بهتر بشه با گذشت زمان. احساس میکنه که در این رابطه میتونه با تلاش میشه یک تعادلی به وجود بیاد. شما رو میبینید کسی که واقعا جونی ندارین که توی این رابطه، یا اینکه واقعا خودتون رو کنار کشیدین از این رابطه، یا اینکه احساس میکنه که واقعا یک گذشته شما دارین که به این گذشته وز هستین و در این رابطه نیستین. این شما رو میبینید آوت میبینه، یعنی که نه که شخ این شما رو اوت کرده باشه، ولی میبینه که شما مثل که میبینه که برای شما یه مسئله تمام شده هستش. رابطه رو میبینه رابطه که در اون بالا و پایینی های زیاد داره، ولی همچنین اگر این شخص آدم معنوی هست احساس میکنه که در یک رابطه کارمیکی هستین. به هر حال فکر میکنه که سرنوشت شما رو سر راه همدیگه قرار داره. از اون چیزی که از شما خوشش میاد این هستش که شما آدم صبوری ممکن است باشین، آدمی هستین که پر از راز و رمز هستین، سر از کارتون در نمیاره. چیزی که میترسونتش آزادی شما هستش، اینکه دیگران شما رو ببینن، موفقیت هایی شما هستش که شما شاید همه به شما توجه میکنن. این شخص این مسئله میترسونتش. و چیزی که دارم میبینم اینجا احساس میکنه که با هم دیگه میتونین یه میدونی رابطه میتونه رابطه قدرتمندی باشه، به دوتاتون قدرت بده،
حتی از نظر فیزیکی هم ممکن است که رابطه متعادلی برای این شخص در چشمان این شخص باشه. خب من کارت ها رو جمع میکنم و میریم سراغ من چند تا کارت در کنار این کارت میذارم ببینیم در ارتباط با این شخص، شخص مورد نظر شما دوستان عزیز، ببینیم که چه خبر هست. پس فعلا که دارم میگم این شخص خودش رو به دست سرنوشت و به دست آب داده، میخواد ببینه سرنوشت چه کار میکنه باهاش. احساس میکنه که دوستان عزیز احساس میکنه مقدار دست ردی بهش خورده یا اینکه دورش انداختن. نمیدونم چرا این زخم روحی کمبود برای در این شخص وجود داره. به خاطر کمبوداش هست فکر میکنم داره حالا خودش رو رها میکنه. خب و اما ببینیم که کارت‌های دیگه بهتون چی میگن در ارتباط با این شخص. این الان یک حس حالی از این شخص من دارم میگیرم، ببینم چی به چی میگم. و کارت بعدی دوستان دارم میبینم به اوکی، این آدمی هستش که میخواد دلبری کنه، حالا در ارتباط با شما اگر باشه و اگر در مورد دیگران، و آدمی یه مقدار بدبینم من دارم میبینم هستش دوستان، ولی خب میترسه از این که شاید اگر بخواد بیاد قدمی به سمت شما هم برداره شاید دست ردی بهش بخوره. نمیدونم، شما خودتون بهتر شرایط خودتون رو میبینین، یا اینکه به سمت دیگران بره مثل میمونه که اعتماد به نفسی آنچنان نداره این شخص دوستان در ارتباط با دلبری کردن. گو ببینیم چه خبر در حس و حال این شخص. من از کارت های مختلفی استفاده میکنم برای خواندن حس و حال این شخص دوستان. اولین کارتی که ازش استفاده میکنم عدد شناسی هستش، ببینیم که در چه عدد شناسی تشریف داره. خب و اما کارت های دیگر رو با هم دیگه نگاه میکنیم عزیزان. خب امیدوارم که یوتیوب اینو حذف نکنه، بنابراین من مجبور هستم این رو بپوشونم دوستان. و اینکه خب دوستان توجه کنین دوستان عزیز، این شخص به سمت شما خیلی خیلی گرایش فیزیکی داره. اینجا میگه که یعنی اینکه واقعا مسائل جنسی دیگه، یعنی وقتی که شما به شما اشتیاق بسیار بسیار زیادی داره. آدمی هستش که در عدد 8 هستش، بی نهایت گم و گیج هستش دوستان، و اینکه مشکل داره ببینین که جایگاه خودش رو مشخص کنه. ببینین در ارتباط با شما فکر میکنه یک مسئله ناممکن هست، ولی خب سعی و تلاش خودش رو میخواد بکنه. کسی هستش که دارم اینم نسبت به شما اشتیاقش بسیار بسیار زیاد هست در مورد مسائل جنسی، همونجور که قبل هم من دیدم اینجا باز هم دارم اینم دلبری زیاد هستش، شما رو خیلی توانا میبینه و اینکه دوست داره یه جبرانهایی رو انجام بده، مخصوصا اگر که این شخص خیلی وقت هست که که از نظر فیزیکی در یک بیابان برهوت به سر می برده. دوستان توجه کنین که نسبت به شما این حس و حالو داره. یه آدمی هستش که یه چیزی در شما ناامیدش کرده، چه چیزی من نمیدونم، شاید میترسه از اینکه اگر قدمی به سمت شما برداره و اینکه تقاضای یک رابطه‌ای داشته باشه با شما دست ردی بهش بخوره،
نمیدونم شما خودتون بهتر میدونین در چه شرایطی هستید. این فالوهای عمومی هستن دوستان. یک چیزی رو میبینه ناممکن، شما مثل یک شخصی هستین دست نیافتنی برای این شخص دوستان، اوکی؟ که به دنبال این مثل مار بخزم و یک راهی رو پیدا کنم برای رسیدن به تو. خب ببینیم کارت های دیگه. بله. بابا دو تا کارت افتاد، من سه تا افتاد، من یک دونه فقط کارت میخوام در این رابطه. بله ببینین کارت قبل باز داره تکرار میشه اینجا. توجه کنین دوستان عزیز، آدمی هست که بسیار بسیار میترسه، میترسه که انرژی کافی رو نداشته باشه که بخواد اون دلبری که باید رو از شما بکنه و یا اینکه جبران هایی رو که باید انجام بده. آدمی هستش که دارم میبینم که فعلا یک مقدار مسئولیت داره، برای خودش داره ایجاد میکنه این مسئولیت ها. ترس هاش دست و پاش رو بستن، برای که میترسه که با شما باید یک تغییر خیلی اساسی در زندگیش ایجاد کنه. اشتیاقش بالا، بارها بارها دیدیم اینجا دیگه زده از سقف هم زده بالا، خیلی مشتاق هست نسبت به شما و دلش میخواد که این رابطه به یک جایی برسه، ولی آیا میتونه با ترسهاش و اینکه تغییراتی که باید تو زندگیش ایجاد کنه؟ آدمی هستش که میخواد از اول بسازه دوستان، آدمی هستش که میخواد دل شکستش رو ترمیم کنه و در این رابطه، رابطه‌ای هست که در اون دلبری هستش، قدرت هستش، مدونا اینجا افتاده و اینکه همچنین یک گرایش دو جانبه وجود داره، ولی آدمی هست که دارم میبینم که سعی میکنه که یک مقدار این اشتیاقی رو که داره نسبت به شما این خودش رو آرام کنه. خیلی مشتاق هست نسبت به شما دوستان و اینجا این آرامه رو چیشو دارم میبینم و هم ببینین این کسی هستش که میخواد به یک رابطه رو با توجه با گذشت زمان به یک تعادلی برسونه. شخصی هستش که من احساس میکنم که احتیاج به این داره که واقعا به یک آرامش درونی برسه و اینکه با شما رابطه رو، شما رو اون بالای بالای بالا گذاشته دوستان، اوکی؟ شما رو خیلی خیلی بهتون تاقچه بالاتون گذاشته و اینکه الان دیگه دست یافتن شما رو میبینه مثل کسی که واقعا شاید راضی نگه داشتن شما حداقل مشکل باشه. خب بریم ببینیم که کارتای دیگه بهتون چی میگن دیگه، جای دیگه فقط در ترس هستش دوستان. اینجا خیلی میترسه، اینجا میترسه، یادمی هستش که از نظر احساسی کلن مشکل داره و بله به خاطر که میگه من میترسم، میترسم قلبم رو باز بذارم چون قبلا تجربه دارم. خب ببینیم، من اول کارتا رو میریزم قبل از که بخوام تک تک کارتا رو که چیز کنم. اوکی. توجه کنین دوستان، توجه کنین عزیزان دل، این شخص باز هم چاکرای جنسی یا چاکرای شماره دو افتاده که باز هم اشتیاقش رو نسبت به شما مثلا در ارتباط با مسئله فیزیکی دارم میبینم. ببین دوستان، این شخص خیلی ترس داره در ارتباط با شما، میگه من قبلا تجربه دارم، قبلا دست بال خودم رو
سوزوندم در شاید در روابط دیگه، توی مسائل دیگه، آدمی هستش که شاید خیلی سرمایه گذاری کرده، حالا ممکن در ارتباط با شما هم باشه، ولی احساس میکنه اگر قلبش رو باز کنه احتمال اینکه دیگه نتونه قلبش رو چه میدونم همه کنترل همه چی از دستش بره زیاد هست، چون تجربه داره، تجربات سخت گذشته باعث شدن که زنجیری باشه در دست و پای این شخص امروز. ولی با همه این عواد حرف از شانس اینجا، شانس اینجا گرش میخواد که یک شانس دوباره با هم دیگه داشته باشین، دوباره اگر که قبلا با هم بودین، اگر با هم دیگه نبودین، دوستان دوست داره که یک شانس داشته باشین. ماه نو آذر اول ماه افتاده و ببینین دارم میرم روز شماری میکنه برای حالا یا اینکه دیدن شما یا اینکه همین مسائل فیزیکی رو با شما داشتن و حاضر هر تلاشی رو انجام بده، ولی اینکه به روی خودش نمیاره دوستان، ولی اینکه ترس هم که داشته باشه دوستان دارم احساس میکنم که این شخص حاضر کارهای مختلفی رو انجام بده که بتونه در کنار شما باشه یا اینکه حالا با شما باشه. به هر حال کسی هستش که من احساس میکنم که واقعا دیگه در ارتباط با شما نمیتونه جلوی خودش رو بگیره، اینقدر که مشتاق هست. خب من حاضر همه کاری بکنه دوستان، حاضر تلاش‌های مختلفی رو انجام بده. آه تا دست گرفتم یک کارت افتاد، کارت میذارم سر جاش. ببینیم چه خبر دوستان. خب با تو فرزند داشتن که یک پروژه باشه، که یک بچه باشه، هر چیزی که هست، این مسئله افکار من رو حال من رو خوب میکنه وقتی که فکر میکنم که با تو یک پروژه مشترک داشته باشم و خیلی خوب خواهد بود. و اینکه نمیدونم هنوز آیا این مسئله میشه امکان پذیر هست انجام بشه یا نه، ولی به هر حال من مخالف اون نیستم. دوستان عزیز این فال شما بود، امیدوارم که خوششتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه، خدا نگهدار دوستان.